اجلاس گروه بریکس به میزبانی ولادیمیر پوتین در کازان، پایتخت تاتارستان روسیه، در حالی برگزار می شود که 2.5 سال از آغاز جنگ اوکراین می گذرد. پوتین با دعوت از رؤسای 25 کشور به دنبال تقویت اتحاد جهانی و نمایش همبستگی با متحدانش است. این اجلاس فرصتی برای بحث درباره همکاری‌های مالی و جایگزینی سیستم‌های مالی غربی از جمله سویفت خواهد بود و هیچ یک از کشورها حمله روسیه به اوکراین را محکوم نکردند. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. اجلاس گروه بریکس در کازان، پایتخت تاتارستان روسیه، به میزبانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حالی برگزار می شود که 2.5 سال از جنگ اوکراین می گذرد. پوتین به دنبال نمایش قدرت و همبستگی با متحدان جهانی است و در این نشست 3 روزه رؤسای 25 کشور به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. بریکس که مخفف نامهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، به تازگی اعضای جدیدی مانند امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و ایران را پذیرفته و کشورهای دیگری مانند ترکیه و آذربایجان نیز درخواست عضویت دادند. پوتین بریکس را فرصتی برای چالش کشی به سلطه آمریکا و ایجاد یک نظم جهانی چند قطبی می‌داند. اجلاس کازان به تقویت همکاری‌های مالی و بررسی جایگزینی سیستم‌های مالی غربی از جمله سویفت خواهد پرداخت. جالب توجه است که هیچ یک از کشورها حاضر در این نشست حمله روسیه به اوکراین را محکوم نکردند و برخی از اعضای بریکس مانند چین و برزیل پیشنهاداتی برای پایان جنگ ارائه دادند که به مواضع روسیه نزدیک است. پوتین همچنین برنامه ملاقات با سران چین، ترکیه و ایران را دارد و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل نیز با وی دیدار کرد. این اجلاس نشان‌دهنده تلاش روسیه برای تقویت روابط با کشورهای غیر عربی و افزایش نفوذ خود در سیاست بین المللی است. دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل، از لندن همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، با توجه به تحولات جاری در اجلاس بریکس، چگونه این نشست میتواند به تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان کشورهای غیر غربی کمک کند و آیا چشم‌انداز موفقیت آمیزی برای این اجلاس پیش بینی میکنید؟ خب چند تا نکته در اینجا وجود داره. نکته اول این که خود بریکس چیست، به چه منظور تشکیل شده. دوم این که روسیه از این اجلاس چه اهدافی رو داره پیش میبره و در نهایت هم این که خب ارتباطش با ایران چگونه خواهد بود. ببینید، خیلی خلاصه من اشاره کنم. شما گفتید که این کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تأسیس کننده این سازمان اقتصادی هستند. ایران و امارات و اینها هم بهش پیوستند. اما یک پرسش اینجا وجود داره. اگر کشور به بزرگی چین در اینجا حضور داره، هند در اینجا حضور داره، چرا شما یک کشور اروپایی رو در اینجا نمیبینید؟ مثلا کشوری مثل آلمان که اقتصاد بزرگی داره، فرانسه که اقتصاد بزرگی داره، بریتانیا. این رو توضیح از این جهت این رو مطرح کردم که بگم ببینید، در واقع بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خب روسیه اون اهمیت خودش رو از دست داد که 15 کشور رو با اتحادیه شوروی بود دیگه، اون از دست خود داشت. چین هم الان تحت فشار آمریکا قرار داره و از طرفی دیدم که یک نهاد مالی پولی اتحاد بزرگی مثل اتحادیه اروپا هم شکل گرفته. بخواد وارد اونجا بشن، خب روسیه هم کشور اروپاییه، چرا راش نمیدن در اتحادیه اروپا؟ ولی وقتی که یه تحریم بخوام بگذارن، راحت میتونن روی روسیه تحریم بگذارن یا روی چین تحریم بگذارن. اینطور شدش که چند تا اقتصاد بزرگ آمدن گرد هم تا اینکه یک اتحادیه مالی درست کنن. اگر ناتو یک اقتصاد اتحادیه نظامی است، الان یک اتحادیه مالی درست بکنن و تدبیری بیاندیشن که
خب وقتی سویفت که یک مکانیزم اروپا غربی هستش، سویفت رو قطع بکنن، شما ارتباط بانکی شما با تون دنیا قطع میشه. حالا چیکار کنیم که یه چیز مشابه اون رو ما درست بکنیم؟ و ده ها فکر پرسش مشابه این شد که ریشه شکل گرفتن بریکس شکل حاصل آمدش. و حال بریکس شکل گرفتش و روسیه هم یکی از کشورهای اصلی اونست. اما آیا این سازمان پول اقتصادی میتوانه الان تنه به تنه اتحادیه اروپا بزنه؟ نه، به دلیل اینکه اساسا سازمان جوانی هستش، یعنی 2009 شکل گرفته، تازه تأسیس شده و هنوز چفت و بست کافی با همدیگه پیدا نکردن. بله در آینده شاید بتوانن مؤثر باشن. این مختصری در مورد اینکه بریکس چیست و چه هدفی رو در اینجا پیگیری میکنن که در واقع یک نهاد اقتصادی در مقابل نهادهای اقتصادی غرب مثل اتحادیه اروپا درست کردن. بله. اما روسیه چرا اینجا الان میزبان هستش؟ ببینید سال گذشته 2023 آفریقای جنوبی میزبان بود. آفریقای جنوبی رسما و علنا به روسیه پیام داد که جناب آقای ولادیمیر پوتین، بکش شما یکی از اعضا هستید و تشریف بیارید، لطفاً تشریف نیاورید. به چه دلیل تشریف نیاورید؟ به دلیل اینکه پوتین اسمش رفته در تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری است، یعنی تحت تعقیبه، و گفت اگر شما پاتون رو کشور ما بگذارید و ما متعهد به دیوان بین المللی کیفری هستیم و شما دستگیرت کنیم. علنا اعلام کردم و شما باید دستگیرت کنیم. خب میزبان خود میهمان خودمون رو دستگیرش اصلا تشریف نگیرید. که اگر نگاه کنید آقای لاوروف به نمایندگی از روسیه رفت در اونجا. خب این خیلی ضربه حیثیتی بزرگی است برای ولادیمیر پوتین که کشورش دارای کرسی حق ویتوس در سازمان ملل متحد ولی نمیتونه به آفریقای جنوبی سفر کنه. بله. امسال چون میزبان بوده است، خب دید فرصت خوبی هست که تعداد زیادی از کشورها رو دعوت کنن، آقای گوترش دبیر کل رو دعوت بکنن و در اینجا نشان بده که در من هنوز پوتین هستم، من هنوز روسیه هستم، من هنوز یک مقتدر هستم. هدف اصلی روسیه از اینکه این همه گرده همایی بزرگی رو دعوت کرده اینکه اون تحقیری که پارسال بهش حاصل آمده بود رو بتونه جبران بکنه. این هدف اول. هدف دوم هم این که به اصطلاح بگه که ما میتوانیم به سیاست های اقتصادی خودمون رو داشته باشیم. بله. و در این حال هم توسعهش بدیم. حالا اینکه ایران هم در اینجا چه نقشی داره، ایران عضو جدیدی است به بریکس پیوسته، خیلی سر و صدا میکنن که میخواهد از قبل بریکس بهرمند بشه، شاید در آینده بهرمند بشه. اما همونطور که گفتم بریکس یک سازمان بسیار جوانی هستش و هنوز چفت و بستهای خودش رو پیدا نکرده. بله، سپاس از شما دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین‌الملل از لندن.